وقتی درباره تبعیض در جغرافیا با تنوع زبانی گوناگون یا نژادی حرف میزنیم نیاز به پیشفرزهایی داریم پیشفرزهایی که به ما یادآوری میکنند که اگر قرار است درباره پدیده‌ای چنین گسترده و پیچیده حرف بزنید مراقب باشید که اولین سطح آن در زبان و داوری ما اتفاق میافتد یک دیدگاه در نظر گرفتن جامعیت تحلیل است به عبارت ساده تر و کلی در جامعه ایرانی تبعیض به معنای عدمی توزیع مناسب قدرت است. توزیع نامناسب و آمدانی قدرت می تواند در بسیاری جوامع یک دیدگاه امنیتی نیز تلقی شود. جمهوری اسلامی در ایران طی 43 سال گذشته تبعیض را با چند خطکشی بزرگ از همان ابتدا آغاز کرد. یک سویان خط خط قرمزی است که بین مردان و زنان کشیده شده و با تحمیل قوانین فقهی به زنان و مردان آنان را واجد حقوقی که نه بر اساس خواسته خودشان که بر اساس الهیات و شرعیات شیعه تعریف کند. از این جهت حق زنان برابر شد با تبعینی از اسلام سیاسی که مشخص می کرد زنان مانند آنچه در دنیای مدرن می حق نخواهند داشت که آزادی فردی را تعریف کنند. در خط بعدی جامعه به دو گروه شیعه مذهب و سنی طبقه بندی شد. در ادامه هرچه تنگتر شدن این دایره حتی شیعیان حاضر در ساختار سیاسی بر اساس موازهی که ولایت مطلق فقیه تبعیل می کرد و به میزان نزدیکی حامیان حکومت به رأس قدرت و اندازه وفاداریشان مورد ارزیابی قرار گرفتند. در نهایت به شکلی از ساختار اجتماعی سیاسی رسیدیم که اثر عینی آن در توسعه اقتصادی استانها و شهرها با تنوع زبانی غیر از فارسی مشهود است. از این اقدامی ساختاری آنچنان در بافت فرهنگی و توسعه انسانی مخرب و فرسایشی بود که حتی همکنون به درستی و در فقدان منابع نمیتوان دقیقا تشخیص داد که اندازه این خسارتی که بر اقوام مختلف در ایران تحمیل شده است چقدر است؟ ممکن است فردی که در تهران زندگی می کند و از ساحت قدرت نیز ترد شده تصور کند رنجی که بر او می رود با رنجی که به یک شهروند اهل خراسان جنوبی می یکسان است این لایه لایه بودن را می توان این طور تصور کرد و پرسید که بین زن و مرد تهرانی کدام یک تبعیض بیشتری را احساس می کنند. حالا همین پرسش را اگر از شهروندان تهرانی و ایلامی یا اهل, اهل استان کردستان مطرح کنیم این لایه باز هم عمیقتر می شود که درباره زن ایلامی و مرد ایلامی جویا شویم و باز هم عمیقتر اگر که بخواهیم درباره جامعه رنگین کمانی حاضر در شهرهایی با زبان کردی یا زبانهای دیگر صحبت کنیم موضوع به رسمیت شناختن لایه لایه بودن تبعیض در بین اقوام است تلاش حکومت همواره بر انکار این وضعیت است آنها توانستند به کمک ابزارهای تبلیغاتی گوناگون بین آنان که در مرکز سکونت دارند و آنها که در حاشیه هستند گسل عمیق ایجاد کنند که بر محور انکار و تقلیل پدیده تبعیض دلالت دارد نتیجه این فرایند بانجا آنجا ختم می شود که حتی در سطح نخبگان و فعالین مدنی که خود نیز رانده شده از این سیستم هستند وقتی میخواهند درباره قتل زنان در کردستان یا خودکشی آنها تحلیل کنند دیدگاه متمرکز بر روی علل مرتبط با سنت ها یا اثر مذهب است آنها فراموش می کنند که همین ابعاد سنتی و مذهبی در بسیاری شهرهای مرکزی نیز وجود دارد اما چرا ستمی که بر زنان می رود قابل قیاس با مناطق کردنشین نیست این بخش همان فقدان جامعیت در تحلیل هاست میتوان گفت حتی قلبه ماهیت ساختاری در عدم توسعه یافتگی و اثر آن به عرصه های گوناگون زندگی زنان بسیار قابل اعتناست. شناخت و تفسیر تبعیض در همتنیده گروه های مختلف سیاسی را به زنان در نواحی مختلف حاشیه در ایران نزدیکتر می کند. اگر قرار است شبکه قدرتمند و دموکراتیک شکل بگیرد این نقطه اتکا برای متشکل کردن نیروهاست. تفسیر حق سرنوشت پیشاپیش پیشفرز نیروهای دموکراتیک است